آقا پیشتر گرگ همسایه دولی آمده بودک. اون نفهمیده که پدرت دهانه است. اون نفهمیده که پدرت دشمن شیر است. او گرگ است. شیری جا آمده نمیتونه. این دفعه که آمد مرا خبر کو. یادت نره خبر کنی. سعیس آقا. بخواه مردکه. بخواه. چی لاف زده رایزی؟ بخواه کارا رکو. پیشتر چی گفتم من؟ خواه. پیاله را جمع کده سرخانم صافی کده تیز کده که حالا. ای نه. آه خوردگه اینم اینجا دمی خانه اینم اینجا افتادم خود افتاو میتم که توبه ویتامین دی میگیرم خزمستان آمد دگه مادر لملم نیست یه تکه خریده تکه گامسکوت حالا پشتش نگرد دگه چیز جور کده بود خدا که توبه چی گفتم؟ او مردکه خانه رام جارو کنی که یادت نره تیز شا خانم کده چی جاری برقی قضا جور نیستم برق نگیره ما کده جاری دیستی جارو کنم بخه کم شو برق نیست کده جاری مزاری جارو کنم حالا بخه دگه آقا همی کمپل مرم وردار باز خب بسیار باشیم یک دیمی تو خانه رو جارو کنم یک دیمی تو خانه رو جارو کنم چی؟ آقا مرا مادر 50 روپه میتن در 10 روپه تو من خودم از 50 روپه دیگه من خودم حسو کنم بخه دگه تیز دسترخانه جمع کن بخه دگه پیاله را صافی کن کلا چه تیز وزه نکه امروز در جارم جور نیست یک چند کار توم بکن دیگه بخه گم شما کت خوارن گپ میزنه بخه تیز آه دگه خوار جان دگه اینم اینجا دگه دم اینجا خوب ساتم تیر است اینم این نواسا می آید اولادا ما هستن دگه نازدانه هستن دگه چطور کنم چی کردی؟ کاش که تقاعد نمیکردم او تقاعدی میگم تنبلی کده رئیس آقا خواه کاش که تا نته بخیر مرد زدی مادر بگو جان مادر این کمپل من ماندگی جمع نمیکنم جمع بکن کمپل ها را کن توشکارم جمع کن کلکینا را آواز کو تیز کو دگه را جمع میکنم چه بلاستی تو؟ کاش که تقاوت نمیکردم بخیر اسی کمالی بگرفت خدا شوی میسازی بخیر دگه نه اینه مخه گردک نبینم در خدا تیز کو خواه کاش که تقاوت نمیکردم بخیر در داله زهو ماندیم سرطان بشه بخیر بابا اینی دگه آقایم دگه ایم زدن من دستک میزنه کارا را نمیکنه تیز جارو کو سر تبسته کو تیز جارو کو خواه بچه بخیر جای تو را پسانتر جارو میکنم خواه تو بشی قند بده دنه نیچه تو نکه آقا اگه 100 روپه میگی به بابایم نمیگم خب در پیش حالی میتونم 90 رو پیش سبا سایست نه من اخته است آقا حالا این کارهای تمیشگی حالا چرا نمیکنی سر وقت حالا صدای از اونم نکنی صدای خودم سایست در وقت کار تبکو خلاص بیتی سر بپره این نانید کدی خالای چقدر گپ میزنن کل روز خدا در گپ تیر کرد بچه آقا دگه خوردن اینم اینجا چیز کار نمیکنه حالا یک ذره نفس تنگی هم برام پیش شده اینه سینم غزغز میکنه بخه چی گفتمت؟ بیم در جانب؟ نه بسترخانه ببرداش پس خانه وی؟ گناه خودم بخه دگه؟ گناه خودم است تو رو نازدانه تربیه کردم تو رو نازدانه ای آقا 100 روپه بیتی 100 روپه ندارم بچه مگه نه داد بود بیتم نمیم چرا تو رو پایست با 50 روپه واده کنم به خاطر کارهای شکل کنم تو بیا اینجا بیا کن خب چی شدی؟ میده آمدم بیا کلاشویی کو بیا حالا تیز کو آقا چی میگی؟ آقا چی گفت است؟ والیکم السلام یک اندیوال موتر خدا برای من میته؟ در کجاست اندیوالت؟ در کوچی بالا که سرش کار کنم موتر خدا تسکیره میته؟ آه تسکیره میته که من سرش کار کنم خب گفت که چی یک زمانت پیدا کن گفتم آقای زمانت میشه خب یه نمه بارک باشه خود از بیکاری بچم کشیدی آفرین خب مگم خدا میدانه که سرتو کس بودنه را اعتبار میکنه یا نه آقا بگو اینمی برق خیبیه رو ببین یک چی کو ببین یک زمانت کو خمندار آقا ای بلا بزنید این دستی تو بگی ورق لالای تا بیار که بابا خانم که چی را میگه زمانت کو من توپی کوچا وکیلی هم کدید تست آقا خب بیات بالاشو بیات تو که چی هستم تستش بالاشو دیگه. این آقا خوب زمانت میکنم که زمانت شوی که دیگه را زمانت کنی. مرا گفته آه بچه ما زمانت کس نمیشم در این شرایط ما سکرت دی در این وقت زمانت هست. ما یک دفعه با بوبوی زمانت کده بودم که تشت همسایه را آورد بر کلاسی پس او را غار برد خانهشان برگم شو زمانت. آقا حضرت بکرم سیکو امیر یک زمانت که کنان و مردکه باز صدای ما را میشنوه در کوچه منتظر است. چند نفر زمانت کنم؟ چند نفر زمانت کنم؟ اینه به خودی که زمانت کنی میشه؟ حالا من زمانت کنم؟ آه تو بته لالای تک دفعه دگاه ما بخانم که چه رقم است؟ اینه ما این آقای ما بته آقا جان حضرت بکرم آقا من دک دیبینم از صحیح پشتر نخاندم اول زمانت دیگه کس شده نمیتونم. نه باقا یک نفر زمانت شد که تو باقای من وکیل کوچه هست هم زمانت میشه. لالا مقصد پیسه پره خودم میگیریم او بچه دیو بزن ایتی خراسی مرد از زمانت دادی. آقا یک زمانت کار داری زمانت خط است. او بچه اینجا عکس موتر نیست نویت موتر نشته نیست چهار تا مستری باید زمانت کنه باز بعد از اون زمانت میکنم. من خودم گم کنم زمانت نمیکنم در این وقت دیوانه برو. آقا آقا بیکار هستی بینی میبره من یک چانس سرمو اندیوال به کاکگی کرده بیره یک زمانت کو برو خدا گم کو برو. آقا جان سک حضرت تا بکرم من بیره یک زمانت کو چی هستی؟ نهیت نفهمیدم که چی هست نبیت باتیز لالا مندازی مره لالا از همون پایین دست میزدی لالا. آقا جان من بیره یک حضرت تا بکرم من بیره زمانت کو برای من یک چانس هست تو مره باز زمانت؟ مرا گفتی؟ تو برو بچه ایم که تو یک دفعه که خو من زمانت تو را شوم زمانت دکچورایی خود بزنی یک نفر را بزنی باز کی شوه زمانت فیل تو را کی شوه این دکچورایی نمیرم از یک کو خود لول بیتی باز زمانت تا کی شوه خو مرا دادم دادی برو گم شو رنگت گم که برو بخی که تو ورق بیمانای در این شرایط ما زمانت شوه برو. لالا یک 5000 شما را بده در پشوری ترافیک گریان کنی زمانت تمه شوم. لالا یک 4 پوند شما را بده خب من کار دارم. خیر باشه خب پیسه چی را؟ کسل برای تا چطور زمانت میکنی؟ آقا پیسه رسید آقا. نه بچم نه پیسه نرسیده پیسه مامای نرسیده از شوی خالد قرض کردیم او که آمد پیسه که آمد. آقا السلام علیکم. و علیکم السلام بچه و علیکم السلام و علیکم یک دقیقه یک دقیقه او بچه مامای گفت دینمی سه شنبه ما پیسه رای میکنم مامای 50 برابر ازیره 50 برابر روان میکنه او بدره ده بیگانه میکنه ایچه که کدی بیگانه میکنه ما خش خودش هستیم. آقا بایسکل کنه شده یک موترسیکل میخریم. خب چیم دقیقه دیگه ولگه بله بگو آقا چند سال است که نمی تلفنک مرا سیکو چند سال است که در پیشم است با ما در غایب است ایره پیسه شبه تک مناو کنم ما یک تو بگی اول موبایل بخیر برای مبارک آقا پیسه موترسیکل مرا بده موترسیکل میگیری آقا بایسکل کنه شده دیگه او بچه ایره از شوی خالد قرض کردیم با امیدی که مامای پیسه رای میکنه خوب کردی سه شنبه مامای سیروم رای میکنه کمی 4 سیرومی دیگه را لغت کنه دیگه سکو از خاک میخیزیم دیگه خانه را هم 2 منزل دیگه بالا او شد. آقا یک واده کده بده که بر دلشی میگیرم تو بار باشیم زنگ است که شاو یا خواب دیدیم خوب زنگ مامای مامای ای مامای شاو مامای پیشت وقت ماما سلام خمندوک هستم ماما خوب هستی ماما کما کچالوستم کما کچالو سلام کسرورا سلام خوب هستی بیا چهره نشانش بده بخ پیسای باشی یاد کنیدیم. ماما خسر برا بیا در چهره بیا کس ببینمت. خب خیر خساییست خیر است هر رقم که خودت بخوایی. بله صدایت داره و قربان بسیار زیاد تشکر. امی شب تا صبح ما خو نکردیم فقط دعا کردیم دعا. آه زنده باشی بخیر باشی. بله خسر برا میشنوی؟ خب چه ماماید ما را در اسپان خواهم بسته کرد. چرا؟ جواب داد یخ گفت نمیتونم یخ 16 هم گروهی کرده نمیتونم فعلا تو مرا تو پایش سره برا چه آقا مرا بچه مرا که بره قرض گرفته قرض چی؟ مرا حالا ما یک عوض ارمان کردم خدا نازانه نشش برا بابای جواب داد حالا برا آقا مترسکلم چی توجه آقا؟ مرگی مترسکل کل عمر آقا پیاده کشول تو مترسکل میری آقا تلفون آقا مترسکل مترسکل آقا مترسکل ایرانم سوخ هست قمبرمانی جنبرمانی قمبرمانی صدد ممانی چدد ممانی مدرات 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 چلم چلیم جلو صحیح کار نمیکنید این روزا مشتری از پیش ما میره قمبرمانی جنبرمانی قمبرمانی صدرمانی چدد ممانی صدد ممانی قمبرات ممبرات جنبرات کرم بیریم برو اطرافاتر که پتر مرا کراریا مشتری ها کجاست؟ آمد کاکا سلام علیکم و علیکم السلام بخیر خوب است جان جون است هم برات مشکل چیست مشکل کاکا یک فایل ما رو بدی فهمیدی فایل تا میبینیم مشکل تا بر ما مشکل ما است که فهمیدی مشکل ما است که بچه خودو دفعه بدیم نه برات گریه کردی که رای کو خارج کدام بچه تا کلانه او خورده نه بچه کلاله واره بچه کلانه تا او کلای امیداره کدام بچه تا کاکا بچه کلانی ما رو فهمیدی بیشتر تا آمدیم گریان کدیم گفتیم فعال شدیدی که خارج میره نمیره او تاسه یا مویداره نه او تاسی بود پسال مویدار شد خو چی کده او او نمونه که توی یک گریانو که فعال شدیدی که خارج رفت اینا رو باز میگه ما را دیجا بکش فامی در شد یادم از که او را برات خارج رایی کردم پس پشیمان است حاله پشیمان است پس بیایم میگی پس وطن بیا تو چیش میشی ما آقایش میشی مشوی مادرش خود دو چیزش میشی هم آقایش میشی هم مشوی بابایش میشی خوب گوش کو باش که در کتاب صفری در صفحه 168 نوشته است که این کتاب تمام جن پرست نه جندای انگلیسی است از من اینم خوب گوش کو Phrase is a verb that modify a noun or an action that happened in a specific time in the past. For example, I go to school. School is adjective. می فهمی معنایش یا نه؟ این غیر از که چندای تو فهمه خود نفهمیدیم. معلم برات معنا میکنم. دی کتاب نوشته است که بچه تو اونجا که هست دیوانه شده دیوانه مویای خود میکنه. بچه تو بسیار وضعش خراب است. به هرچی پیسه داری قرض کو. خوب صحیح چیزی که سرمایه داری کلش میگی. امبرات برات میخوایم کلش بیا در حل میکنم مشکلات در غیر از دیوانه شده دم کشیده در خارج خیال میکنه که دم کشیده اگه نه دم نکشیده سرشان اینال یک فایل بریسه بیا کار کنه اگر اون زود لکت شیشه خم شاید بکشه یک رقم رای حل دگام داره که خودت تو شانهای تمسبک کنم سر شانا اول تو سبک شوی بعد از او بچه سبک میشه میای پشیمان سر شانا خوب صحیح سر شانا نه بگو سر زانو خوب صحیح یک مساج فکسی کمر داریم فکسی کمر داریم هم برات فکسی کمر داریم خاله خراب ایترا پاتر که پتر قمبرمانی سرشانا کلازنگ اینمون تو قمبرا او خمندکو جان پدر یاد بگی کت خیاش نرفتاره، یاد بگی کت باجه سبا زن کده نیستی، سبای نمی روزه که سر تو سرما آمده سر تو هم می آید. متوجه باش جان پدر، یاد بگی که داشتی می آید. من برم آقا خانه خالد نه بچیم بیشی به قار استم کت خیاش نیم قار استم بیشی دیگر هم کت باجه هم قار استم هم همین رنگ از این خانه خوشم نمیاد. این همینجا ببوید که میایه بخی زاره کفک میشم هیچ دم داخل خوش نیستم. تا اینجا آمدی داخل نمیری؟ زیاد گپ نزن تو را دیگه کارا غرض نیست آقا مرگ آقا کلش از دست توست. مشغول خوردین خانه خاله بریم خانه خاله بریم چی باید میکنی خانه خاله؟ ببویم گفت باز سکت ببوی تکی میتونی مردم جمعیم بابای ما بیاب کنه بابایم زورت نمیرسه حالا مرز بیاب میکنه زورت نمیرسه زورت نمیرسه این نمیره یافتی خلا این حالا اگه باجیم بیایی مره ببینه اینجا چی؟ این پشت خانه مره ببینه بیاب اوه سلام علیکم باجه باز آمد تو سلام علیکم باجه خوب سلام این چهار تا بلاکی چی میگه؟ همین چهار تا همسایه چی میگه؟ تو هر بار میایی خودت اینجا میشینی خانمت داخل رای میکنی داخل خانه را حالا خو از سمم خیاش نماز بیاد رقم باجا جانم زنت به فامان بیاد رقم اون قار هستیم خودت چطور مرد هستی خودت مرد هستی تو بارا گفتیم که دگپ زنا ندرای دگپ زنا مداخله نکو دگپ زنا نکو خواهینم بابای از این شلاس که بیا بریم خب دیگه چی کار داری کتب کار ما دیگه باجا جان دیگه نمیده خماس بیاد رقم من نمیتونم همین راستی همین پای من نمیره طرف خانه همین دل من طرف خانهت نمیره همین خانهت سر من بد خورده یک گپ تلفنی بین دو خواهر یک گپ میشه دیگه تو رو اون چرا کش میگیری وا جنجال نداره بانه گپ از چی نکو تو نتی ببینم هر دفعه خانهت اومده می خانم سر من لبک و لنجک و به در خانم چشمی و فهمیدم من فهمیدم پرابلم از دیگه خانهت من نمیره حال در بین دانش چی بگی من فهمیدم حال تو یگان گپ کده من داری فشار سر خیاش نمردی بعد رقم نمیم دیگه نمی رقم که هر وقت دل شد میای نمی رقم خوش هستی خب من در پشت دروازه می باشم تو رو بیاد رقم برو ما برو صدا کالا آقا ما برو که من کو بچه خاله من میگم مار که برو بویت صدا کو دیگه بگو یک ساعت شد دیگه خلاص کو هر چیز قصه بود دیگه بود خلاص کو همینجا پیش نون روان میکنیم بیاد بچ بیا نون میخورم داوود است خانمت خورده بیاد رقم داوود است خیاش نیم خورده نمیخورم داوود اونم زار از بما تو چقدر کینه دل بودی و بیادر تو داکو خیچی کنم سر استاده ما نکاشم سویا چی میگه بلاکی ها چی میگه خلاص نان بخو نمیاد دو فرش داخل کی نمیری خمیجه بیشی آقا مرا بچه خاطر آوردی ما میرم که من کام میدنم بیا بچه بریم بویتا بو تست برای دیگه نه نان بخوریم ببری نه تو بیا بچه داویدس آقا تو بیا برو بویتا بو تست برای دیگه ما باشه تو بیشم اینجا برو بابا تا بگو تیز بیار آقا با که بکا بزنم میایم بابا تا بگو نمینجا من در بیرون هستم نمیام دیگه زن خدا نمیفهمانه خب بفهمان زن تا بفهمان بیاده باجا جان مرا پیش کشتیم کم نمیاره دسترخوان هوار نان تیار نمیره نان در جانم نمیشه باجا جان نمیشه با خدا نمیشه دیگه نمیشه دیگه بیا اوه نمیشه دیگه کاش نکو نمیرم بچه گمش کو یا تو خیلی کار کو اما خیاش نیم نفهمم خب چون نانم اینجا بیارم پت بیارم بری کارا میکنم نفهمم مقصد که فهمید باز کم میایم دیگه خیلی تو پت بخو که نفهمم یک ذره یک نارنج هم بیاری خب نارنج هم باش باید تو خیلی میبره دست بچیم روی کنم تو کمات خیاش نیم برو دیگه برو دیگه بیا خیلی دوستان دیگه بیا این دشنام شدیم دوستان عزیز سلام با آب و خاک یفته خوش آمدین. موضوع هفته ما آلو بودن آب و هوا هست. دوستان شکایت کردن که امی مشکل ما چطور میشه. دوستان عزیز شما راست میگین امیال آب و هوا وضعیتش خراب است. مرا سلفه گرفته با مشکل که شما صحبت میکنم. شما شکایت دارین که مردم از درگیرانهای پلاستیکی مثل لباسهای پلاستیکی بوتهای پلاستیکی تایر و چیزهای دیگه استفاده میکنن به خاطر گرم کردن خانهشان و این کار باعث ازی شده که هوا آلوده شوه و امراض زیاد به زمین پخش شوه به خانه پخش شوه و مردم مریض بسازه مردم به امراض مختلف گرفتار شوند. ولی من خدمتتان عرض میکنم که آب و هوا که وقت آلوده میشه چند فایده دارم. فایده اولش این است که شما سلفه کده شیشه‌تان تکانده میشه، یعنی یکی خانه تکانی یکی شیش تکانی، یعنی شیشه‌تان صاف میشه یک. فایده دومش است که شما پیچکاری کده رگایتان سراخ میشه و رگایتان چی میگیره؟ اگه گفتین اکسیژن میگیره. و فایده بسیار مهم و حیاتیش این است که شما با امراض کاملا جدید آشنا میشین که مرض سابقه تان بیخی از یادتان میره. توجهتان عالی بود. وری گود سزگات تشکری قلمان یخشی بولسیز ساق بولسیز تاسی پاپا گلا سپارو الله بو بلشا. او بیاد توی ماوگان استاد. او برک بیه استاد رسیده. او استاد. بله. چه استاد کلی بده؟ نمی بیاد رخان جایی که میگفته کجا تامی شدید؟ ما تو نمیشد. این دیوانه کجا مان؟ ما کجا مان؟ ما بدر ما چی کار میکنی؟ بیاد رخان. چی رخان است؟ بیاد تو پنجی بیاد. شیرت پنجی. هدی پنجی. رخان گام میزنی. نمی شهر صاحب درخان چی جنجال داری؟ تو بیا ما نگفته ما رو ده افغانان ببر. خونه ده افغانان نو بده رخان. ده افغانان این نیست تاشون ده افغانان نه چیز. کسایی کنه تا اونا ده افغانان. تا وجه 20-25 دقیقه راست. ما پیسه نمیدیم بیا در ده افغانان ده کجا من ده کجا من. در 20-25 تا ده افغانان ده بیرو بارک اگه ما تو را تا کنم گم میشی. ده افغانان را گم میکنی صدقه بای آقای موگار است اوجه چرا خبره؟ اعلان مفقودی در کل افغانستان تیت میشه. برو بیاده رخنه چند قدم پیاده برو اینجا بریدگیست من تو خودم میذارم که در پی ناچلت مرگم. تو کجا تا میشونی لالا جان؟ آبیدم قربانی شدی بچه من است آقای موگار است مرا گفت ده افغانان تو کو دینیس برو تو که دل ما به کلیپای اوگار کجا برام؟ کاکا کلان آدم هستی؟ دست پایین کن. شکر داری مرض داری یک چند قدم پیاده برو من اینم اینجا بر من واره میکنه اونو بریدی یک کس این که خرم دور میخورم ای که پای میرم دیگه. آره شکر مرا برای تو چی غرض مرا برسانده جای دو برادر مرا چرا اونجا نمیرسونی؟ با تو دو داخل ده افغانان گم میشی کلان آدم گم میشی بدرخان گم میشی بدر پای موگار است که تو مرا ده افغانان ببره اون دیدنی میشو تو میگی ده افغانان است یا نه بدرخان قدر پر نکو ما را ده افغانان ببر یک خلاصه ما به قانون ماسی نمین یک مثلا میگه که مرا کور ببر ما فقط برات کور نشان میدم که رفتنش خودت دو سر کوب این موتر من نمیره ما چه رقم ببرم تو را برو بیادر ما یک روپا نمیدم یک روپا نداشتی خود بس برو بس کن برو نمیرم اینم این چالان چالانش که موترم از تو باشه چه رقم میدی از پیش من؟ حالا نمیری؟ نمیرم نه؟ پاهن چه برو؟ دوستای عزیز سلام بر شما. به پایخانه ما خوش آمدین. راستش بر شما بگه موضوع پایخانه ما کتاب خواندن و سبق خواندن در سابقه بود که مردم های قدیم چی رقم درس میخواندن چی رقم کتاب میخواندن. آفرینشان از مرا بابا و بابا کلانا را اجداد و اجداداش قصه میکردن خدا بیامرزشان. میگفت همی بابا کلانت یک کتاب داشت یک سر صفحهش در افغانستان بود یک سر صفحهش فکس در امریکا در تگزاس بود. این همی وقت که ورق میزد شو میشد. این همی ورق زدن از این شو میکرد کل کره زمین تاریک میزد. این ورق که در زمین میمان هر جمله بود هر جمله کتابا که میگن یادم است که برابر یک ولایت بود برابر یک ولایت بود که او را پدر کلان مینو تو رکویی میخوانه. اینی رقم در سابق کتاب خواندن بود و سبق خواندن بود کتابای کتک کتک بود. حال هیچ کتاب خواندن نیست اگه هستم بسیار کم است. مثل سابق کتاب نمیخوانن و درس نمیخوانن. همین مردم های سابق که تا سن 6 خوانده بودن چقدر سواد داشتن همین کلانای با قصه میگن میگه در قدیما کتابای قدر کلان بود که به مردکار میگرفتن به خاطر که این ورق او طرف ورق بزنن کتکرن نه مردکار میگرفتن باز ورق میزدن باز قدر درس میخواندن سر کتاب میشیشتن که تا که اردو چیش بشان در روی کتاب نمیفتید از سر خود از کتاب بالا نمیکردن نابینا میشدن کور میشدن سر کتاب خواندن دیگه کتاب که پشت میکردن نه صافی که میکردن صافی میکردن بازی را 5-6 متر تکه میگرفتن این 3-4 نفره پوش میکردن 8000 متر پلاستیک امی پوش الیاف از همون زمان مانده پوش الیاف از همون زمانی یک پوش الیاف یک زمان پوش کتاب بود ما یادم میاد کتابا خنک میخورد گپ میزد کسی که کتاب صحیح خوانده نمیتونست در مقابل کتاب بی‌احترامی میکرد قفاق میزد کتاب جزا میدادن باز نم تو جندمالش میکردن دیگه یک قصه باب کنم درباره کتاب خواندن از کی از بگو از کسی از قدیما از بابا و بابا کلان و بچه ابا و بچه خالش قصه میکرد که میگم این همین کتاب ما که وقت کتاب میخواندیم سن ما در 15 ساله بودیم 15 ساله بودیم وقتی که کتاب میخواندیم 45 سال وقتی سر از کتاب بالا میکردیم 45 ساله بودیم این کتاب خواندن این رقم کتاب میخواندن بچه پیر خمندو کتی رقم کتاب خواندنت دوستای عزیز اینی بود پایخانه ما که راجع به کتاب خواندن و سبق خواندن مردای قدیم و مردای گذشته حالا خود نمانده حالا کتاب خواندن نیست سلام بیننده های عزیز به میز ما خوش آمدین 100 دفعه 1000 دفعه می دریورا را گفتیم که این کارا را نکنین کم وقت مامورکای بیچاره را میگیرین حاضری میرن و ناوقت میرن در اوج حاضریشان خیط میشه در آخر ما کسر ماش میشه در او تانکی سواریم داره در او تانکی قیمت برو پرسان کو در او قیمت پرسان میکنن بیادر رقم یکی گپتام گرفتم نطاق جان من یک مامور بیچاره مسکین هستم بیادر رقم ما چند ماش دارم من یاد 7,000-8,000 ماش دارم این نمی دریورا جنجال ما سالا هر روز که تز نمی تو دریوراست که من دو موترک از یک بالا میشم بعد رقم دو ازگاه وقت من رضایی میکنن یا موتر خود تیل مندازن بعد رقم ناخ پرسان می تیل چند شده آخر که من در دفتر خود میرسم مرا مامور آذری غیر حاضر میکنه وقتی که مامور آذری غیر حاضر میکنه آخر ما مرا کسر ماش میکنه از دستی نمی رقم دریورای احساس که وقت ما را میکشه وقت ما را نمیفهمه ارزش وقت ما را نمیفهمه بدرخن مادر بدر چرا احساس میگه نه سیکو اول خودت معرفی کنی به بنده ها که ما دریور هستم دریور یکی از موتورها چرا این کارا را میکنین وقتی مامور میره غیر حاضر میشه شما چرا این کارا را میکنین والا امی راستی خودت بگویم خو یکی خیلی موتور ما که هست فرق موتورها فرق میکنه این موتور ما یکم نازدانه است مثل موتورهای دیگه وارث نیست که هر تیله بخوره دیگه دمی تانکی تیلا استاد میکنم هر تیلی که خوشش آمد اول تیل بوی میکنه موتور ما خوب بوی میکنه تیلی که خوشش آمد چرک نبود میگه ناله بادار پرد خیلی مشکل مامور صاحب که این وقت نشه براتون چی بگم ما بدر مرا درس میزنن دیگه کارش برات بگو جمپ نمیگیره ده جمپای بلند میزنه من مسکین اینا سکوت پشت مرات از اینا میگیره اینا من لق لق است بخی یک ستون فقراتم نیست ما چوب بند کردیم پیسه ندارم نه پیسه ندارم که میرم این قکنده چوب بلوت ما اینا ماندیم چرا حاله اینا میاره جمع بازار دمی جایی که آمدیم این را جمع نداشت کدی کاکا جمع داره بیسا خون خور است در چند جایی گفتم کاکا تا میشینه دزگاه رسیدی گفت نه مرا یک چند دوره بده که من دمی دامادیام شارگشت ندیدیم خب شارگشت ندیدیم مرا یک چند دوره بده که گرم بیم نه بشوریم بس تو ما تا من مامور هستم که ما تا هنوز همیال ما زن نکردیم دروغ میگه و بهتره چرا دروغ میگه ناله 65 سال میشه ما روی زن ندیدیم روی شارگشت ندیدیم روی را ندیدیم خب اینا بادار ما رو مجبور ساخته که ما واقعیات ها بگوییم شما چرا وقتی که در ایستگاه استاد هستین تیل نمیندازین که میرین ماموری بیچاره را میگیرین و غیرازرم میشه، وقتش ضایع میشه. چرا کارا بادر اگه دزگاه استاد شیم تیل خود بندازیم ما در یک ساعت کوچه استاد هستیم تیل ترش میکنه. خب تیل ترش میکنه. از واقعیات برات بگیم گبی است که ما که کدیم سواری خود میریم دو تانک تیل بادر میگن که بیا ذره تیل پارتو به خاطر ازی است. گوش کن به خاطر چی است که یک دو روز پس خاطر ازی ما راحت کنه تانکی تیل، یک دو روز پس خاطر تو ما راحت میکنه، یک دو روز پس خاطر موبیل جان ما راحت میکنه. میگی بدر بروتای چنگش ترنگ وارد بدر رقم سرمن آخ دروغ میگی می رقم خودت دستی بدر رقم بره بدر رقم از دیگه مامورین پرسان کنیم ما به نمایندگیش اومدیم دیگه مامورین نام است که پرسان کنیم. بدر بچا بیادر خورد ماست تو ما را دروغگویی میگه. شایکو تشکر تشکر کاکا خودت زیاد لاک دی تو آشکار ما وقتی کرای ما را عزیز این بود کولر چارکلی ما تا هفته آینده خداحافظ شما. مرا کولر محترم سر ما چالان کردی گمش کی کاکای من جنجالی غیرت بانی دکو جنجالو چرا جنجال یک عزیز دید عزیز جنجال مرا آقا دوای تا خوردی بچه ما باشوزا نکرد فکرت باشه که چیز بریدم خونه میشینه کلتان خب سعی سینم میشینه شما کجا میره؟ ما در این خونه کد مردم میشینیم شما دیگه برین قصایتانم اونموجه کنین کار مردا غرض نگیریم فهمیدی؟ من میفهمانم شد خب فهمیدم برو سعیسته باش من پیش دختر حکم میرم بابا چه صدای خوشی و کسارت بود باز آمدن اینی پیری 56 و 57 میشن از نه ما در این خانه میریم شما سیاسرها دیگه در اون خانه بریم سلام علیکم اجازه است بیا خوب است کاکا مرزا خدا جان خوب هستی بخیر جان جور بخیر جانک جور خیر هستی داماد بچم جور هستی بخیر هستی خرابیست چی گپاس خیر بخیر باشی سلامت باشی زنده باشی دیگه نخود زمستان رسید نفس تنگیز دیگه اینم تو انداختمش او دلخوش کاکا بالا سایکو طرفم امی یک مشکل نفهمیدم که امی دخترم شما چرا خانه با بهش نمیمانی آقا نمیمانه کاکا چرا نمیمانه میره کت من سفید کو که من بفهمم بگو آقا از وقتی که توی بگو آقا خب بگو دیگه توی نمیمانی تو پیشانیتی ترش نمیکردی؟ تو نمیگفتی که کجا رفت؟ کجا میری؟ آقا گفتم آمدم اجازه بده ندادی دیگه خب تو گفت از وقتی که توی کدم تابال روی دختر خدا در خانه خود ندیدیم اینم که دق میشم میایم خانه شما خودتان بگین آدم کم نیاید دمی خانه شما من در ظرف یک ماه اینی هم دومین پیرت به خاطر دیدن دختر خود نیایم دلیل چیز آله خواه اگه آله خدا این مشکل از خودت از یاد داماتم این قیدگیری و قیدگیری روزای اول نبود در فیصله نکای ما و شما خیلی نبود تیشیشتیم سر نکا گپ زدیم همین دسماله که براتان دادم خیلی گپاخ نبود سعی نکو باشیم آقا بگو کی نبگویم خلاصه گپ چه وقت از ممنون خروجی خلاص میشه دختر کاکا ویزش داده ساقایم است ویزه کاکا مرزا دیگه تو مداخله نکو بچیم خب ویزه عروس خدا نه 6 ماه قابل تمدید هم است خب قابل تمدید است چاش نمیشینیم خدا خیرت بده دیگه چاش نمیشینیم نان تیار نکو زحمت نکش با من نمیکول دنیا را خیر ببینید ما دیگه برم همین دست دخترک خدا بگیرم دیگه برای شش ماه خانه آقایش تا که خودت دیپورت نکردی دیگه روان نکنی دیگه زن نکنی بچه نه من دانشم ایده میکنم خدا یارم با اجازه چی شدی زنکا بگی دخترت دیگه بیا که برو توی نباش تیار شوه چی کردم؟ شش ماه اقبا او بچه دبوجی آرد نمان دپی بروغن تو خود ما را در بدر کردی خرچ یعنی به چاشت من نداشتم از او کدریت بان دیگر خودت بان آقا خاله خودت نمیمانی نبرامد هنوز نمید چوچوک هنوز نبرامد برامد آقا دا به خودش نامده دا پشتش نریم شش ماه بسیار وقت آقا تو شش ماه منم مگه مبلوس دیدمی؟ دالت باز باله مگه مبلوس ساخته هیچ او را باز تمدید میکنی بیکار دکنی خانه شش ماه دور شد چه میشه که ما بالا میشی؟ او قیگری خودت از کجای ما اون تو کی نامه نری دپوشی؟ تو کی خودش نامه دپوشی نری؟ بله مدیر صاحب ساهر سروی کدام دینامی قریه یگان 500 فامیل اینجا زندگی میکنه. از بین 500 فامیل مدیر صاحب فقط 2 نفر مستحق بود، 2 نفر اینمی 2 فامیلک مستحق بود، دیگه مدیر صاحب کلش پیسه دار بود، متراست داده که و بلدنگای خوب هم تو مقبول داشتن. فقط 2 نفر 2 فامیل مستحق بود، دیگه متباقی 498 فامیل مستحق نبودن، هیچ مستحق نبودن. این همی گزارش بود دیگه، این خلاص شد دیگه مدیر صاحب. ما هم دیگه طرف دفتر میایم بیادر. سلام علیکم. خداحافظ. سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خبر شده که شما در این محل توزیع دارین؟ توزیع سروی بیادر. سروی دارین؟ سروی داشتیم ما. خب ما را خیلی سروی نام ما بگی، بسیار بسکین هستم، بسیار فقیرن، از کالای ما معلوم میشه. دیگه خیلی راه را تو بدا و پیاده طرفت آمدم. تو چطور پیدا کردی من؟ پایکای من پرسان کردم، سراغ کردم که فهمیدم جاست. بوی کردی یا پرسان کردی؟ من بوی کردم، من سراغ کردم. همین که می‌بینی یک آدم که دمی ساعت کار میکنه، باز عجل پشش میگیری. چی که پس سراغ دانه گرفت که شما همین جاست. دیدین کمک برو بدر رایت بگی تو اول به هیچ مستحق نیستی. نه سکی تو مستحق نیستم. سکی چه رقم مستحق نیستم. موارد برو بدر رقم قواره دون سر وزن فکس مورد بهدر قن میگی که ما مستحق چیستی؟ این صاحب شونی کولام سایکو شونی وضعیتم سایکو چی؟ شونی وضعیت کمپالا برات پتلون جور کردی بهدر قن میگم مستحق هستم. در جان من تو مونده. جرابا برات کلا جور کردی که بهدر من مستحق هستم. دیگه کوکی سو. گلامو گرفتی برات دامن جور کردی. نه برو بهدر قن. اولاد کارم گوش ناس. خیر هستم نو مرام جانم تکو. نه راستی مستحق کجاست خانه؟ خانه میبرم تو نشان میتو خانه رو نشان میدی؟ خانه گلی هست. کوکی تو در سایت تو دیدی؟ اینه کو جرابکای تا بکشت معلوم اینه جرابای من بیخی تکه او ببخشی بیادر رقم نامت چیز نامت؟ نام چیز؟ نامم شیردل ولده؟ نازدل ولده؟ پردل نام ببوی از این نازدل چیست؟ از پردل؟ آشی ازی پردل بوبویش چیست؟ بوبویش رفته کدام جای نیست آله. خب بوبویش رفته کدام جای نیست آله نیست. سلام علیکم. سایست. با فقط روز پنجشنبه بیاین مواد کایتون. باش یک دقیقه چه باش تو. کسی بیاد خود. کاکامی تلفن‌های دم موتور مانده بود میره بگیره. بگی تلفن‌هایت از من نیست بیادری تلفن‌ها. این تلفن‌ها از من خودت است. بعد دیگه کسی نبردیم. بیادر بگی. تلفن ها از من است مذاق میگه برو بیادر که باید من خودم در بدر هستیم که مرا دلیس گرفته از کیز بیادر؟ این از همیش من دیگه کسا ناوردیم اینمی گفت تاکسی بگی تاکسی گرفته گفت پیش حیات ها میریم تکسیوان هستم تکسیوان کدام از منطقه از یا؟ این از همی منطقه از یا مشناسی؟ نامش چیست؟ نامش پردل هست؟ آی گفت میرم پیش حیاتا ورخطا بود تلفنمون در موتر ماند گفتم بیایم تو خیلی نمیاله میگفتی که من یک روپه ندارم من مستحق هستم من غریب بیچاره هستم تو چه 3 دانه تلفن در جیب میکردم عکسشه اینم عکس ازی دایف کده در اوبوزی اوبوز هم هستی بیادر قن وقت من رامزایی کردی مستحقم نبودی به بسیار رنگ زردی نامکتام اینجا سرما گرفتی حالا برات خط میزنم یک چلیپا که خوب بشرمی برای کش بته این قضی نیست دیگه من چه مسکی باشم ببرم صبر که بیدر مرا تلفنای من هستوست مرا حالا از خاطر یک بوجیار ده کمک روغن دل داری تلفنی ما رو ببرین از خاطر یک بوجیار ده کمک روغن خوامیال خود سرخ سفید ساخته خود دانه که طلب روی تا خوش کرده بودی بهت برکن برو کش بده برو فهمیدم که خمره دو میزدی ولی که تلفنای تا میآوردم سر ما غرازم میگیری برو هیچ نمیگیرم کاکا هیچ نمیگیرم برو سر ما خود زرد و سرخ نزد برو ما غریب میپالیم در جان حیات میزنه تن 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 بیننده عزیز در نخواست توجه نمایید به اخبار یخزده این ساعت من خودم هستم سرلین واخبار. پیدا شدن سنگچوب در داخل آب معدنی قربان بیزنی که اگنان تنا میزنی. بالا رفته قیمت پیاز، وازمانده دان نوش پیاز. برای بحث بیشتر جناب سخنگوی پیاز را با خود داریم که به نمایندگیشان در استودیو با ما تشریف دارد. خوش آمدین. در نخست کوتاه خود معرفی کنین. تشکر. عرض و ادب خدمت بیننده‌های عزیز شما. همچنان یک سلام دارم از طرف پیاز خدمتتان. سلامت باشید. چرا قیمت پیاز در بازارهای کابل و افغانستان بالا رفته؟ پیاز عقد دارن که باید قیمتشان بالا باشه، باید همیشه بالا باشه، به خاطر از اینکه قبل از طلا درست پیاز در دنیا وجود داشت و مردم به جای طلا تاریخچه‌اش با فلسفه نامیش که بخونین در جنبل جبرات آمده که مردم در عوض طلا پیاز در گردن خود اوزان می‌کردن در سابقه. حالا علتش چیست که بلند رفته؟ حالا ما در شرایطی هستیم که طلا موجود است، طلا قیمت ارزش خود داره، ولی پیاز دعوا میکنه که من باید بلند باشم. دلیل چی است جناب؟ خب یک رقابتی که بین جناب پیاز و نوش پیاز وجود داشت. این توطئه های نوش پیاز است به خاطر که پیش قدم شود در مقابل پیاز. این گپا را میزنه. ببینید شما از نگاه بزرگی گلپی از پیاز خیلی کلان است، چند برابر پیاز است، اما احترام پیاز سخت دارم. چون کچالو وقتی که می آمدم کچالو سلام خدا به شما رسان دیگه می آمد، ولی از اینکه با مشکلات چپس دست و پنجه نرم میکنه جناب کچالو دیگه آمدن نتونستن. خب از اینکه شما گفتین که گلپی اعتراضات شدید داره و بر علاوه احترام هم داره، اگر پشت پرده اعتراضات داره پیشون. بسیاری از ترکاریب‌ها از میوه‌جات است که بزرگی خود حفظ کردن اما در مقابل قیمت پیاز دست پنجه نرم میکنه. چی گفتنی دارین شما؟ بله خب اونا بزرگی خود حفظ کردن. چیزای دیگه هم هست، کدو هم هست در اینجا، چیزای دیگه هم هست. بله کدو، خودی کدو از پیاز گرفته شده. چرا که امی وقت یک زمانی که زردی رو با پیاز میبریدن از زردی کدو جور شد. ببینین از زردی کدو، از زردی کدو جور شد. بد میکرد اینجا. خب از اینکه خود طلا از پیاز گرفته شده، ببینید رنگ پیاز طلایی است و مردم پیاز به خاطر سلامتی طلای خود نوش جان میکنن، در دیگ استفاده میکنن که طلایشان خراب نشه. پس به این اساس پیاز هنوز هم ارزان است، هنوز هم ارزان است. باید پیاز در با طلا در دکان‌های زرگری در پالی گوشواره باشه. به عنوان سوال آخر، امی علت اساسی اعتراضات نوش پیاز چیست که در اینجا مبارزه میکنه با قیمت پیاز در حالی که از یک خانواده شاید باشه؟ خب تا جای ملامت هم هست پیاز، مثلا گیلگی‌های بیجا از نوش پیاز میکنه. پیاز میگه که ما با این بزرگی که دارم، چرا نوش پیاز با اون خردی که داره، نه با یک اندام کشال که داره، چرا همیشه عزیز مردم است در سرفاهای مردم، در سرخانه مردم حساب با عزت چی میشه؟ سرویس میشه. سرویس میشه. خب تشکر از اینکه تشریف آوردین. پیام آخریتون در قسمت قیمت پیاز، بالا بودن قیمت پیاز به مردم چی است؟ مردم چی نوش جان کنن به ایواز پیاز؟ من فکر میکنم تا وقتی که پیاز ریلکس میشن به خود میان از نوش پیاز استفاده بکنن بالا کار خوب است. خب سلامت باشید. ببینید که شما سلات جور نکنه. برید بفرمایید. سلامت. بفرمایید. این بود وقت خواهی.